با هم دیگه می سی جمله اصطلاحی بسیار کاربردی رو در زبان انگلیسی یاد بگیریم no way, man. That's awesome. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من علی رزا هستم و توی این ویدیو با هم دیگه میخواییم سی جمله اصطلاحی بسیار کاربردی رو در زبان انگلیسی یاد بگیریم جملاتی که هم توی فیلم ها و هم توی مکالمات روزمره خیلی ازش استفاده میشه اگه کانال رو سابسکرایب نکردی همین حالا سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فعال خب اصطلاح اولمون بچه ها I can't help it هست I can't help it. I'm sorry. I can't help it. کجا استفاده میشه؟ uh, وقتی که یه کاری رو نمیتونی انجام ندی. I know I shouldn't drink coffee, but I can't help it. میدونم نباید کافی بخورم، قهوه بخورم، اما نمیتونم نخورم. I can't help it. It is what it is. It is what it is. دیدین یه وقتی یه اتفاقات بعدی میفته بعد میگیم که خب همینه که هست دیگه مثلا life is difficult You have a lot of difficulties in your life خیلی مشکلات تو زندگی هست But it is what it is همینه که هست باید تحمل کرد It is what it is اصطلاح بعدی That makes sense That makes sense That makes sense وقتی که میخوایم میگیم یه چیزی عقلانی به نظر میاد خب منطقیه تو فارسی میگیم منطقیه قبول دارم منطقیه Why has Ali disappeared from social media؟ چرا علی از شبکه اجتماعی دور شده نیستش اصلا ناپدید شده Actually he has started college so I think he might be busy these days بعد جواب میده That makes sense یعنی خب اگه رفته دانشگاه پس منطقیه دیگه اصطلاح بعدی Hey it happens Hey it happens Hey it happens یه اتفاقاتی بعض وقتا میفته بعد میگیم که خب هست دیگه اتفاق میفته برای همه اتفاق میفته it happens. اصطلاح بعدی that explains it. That explains it. That explains it. یه وقتا یه چیزی رو نمیفهمی خب بعد از طرف میخوای که خب بیشتر توضیح بده. Uh, بعد اون شخص اطلاعات بیشتر بهت میده بعد تو میگه که او oh, that explains it. مثلا میگه منش میشه تو فارسی آها uh -huh, به خاطر همین. Do you happen to know? Do you happen to know what he was working on? Uh, یه وقتی میخوای محترمانه از کسی یک سوالی رو بپرسی مثلا تو فارسی میگیم که ببخشید احیانا شما نمیدونید Do you happen to know if there is a parking lot nearby? یعنی احیانا شما نمیدونید این نزدیکی ها پارکینگ هست یا نه Tell me about it Tell me about it, me about it. یه وقتی میخوام با یه نفر موافقت بکنیم و حرفش رو تایید کنیم میگیم که tell me about it یعنی همینه که تو میگی یا همینو بگو مثلا دوستت میگه it's been such a busy day at work خیلی امروز سر کار شلوغ بود شلوغ پلوغ بود خیلی سرمون شلوغ بود جواب میدی tell me about it راست میگی با موافقم همینو بگو I was wondering if I, 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 was wondering if uh... وقتی که میخوایم از یه نفر درخواست کنیم به جای اینکه بگیم can you please help me مثلا یا could you help me may you may I, may, may i ask you something همچین چیزی میخوایم یه درخواستی از کسی بکنیم میتونیم به جاش محترمانه از این عبارت استفاده کنیم i was wondering if مثلا i was wondering if you could help me with my homework خیلی واسه هم جایی سواله که آیا میتونید به من کمک بکنید توی تکالیفم پس برای درخواست هایی که تو موقعیت رسمی خیلی قشنگ تره که از I was wondering if استفاده کنید Hands down Hands down Hands down میخوای قبول بکنی که نه این واقعا فوق العاده است Hands down یعنی جوری مثلا میشینی Hands down هیچ حرفی برای گفتن نمونده هیچ حرفی برای گفتن ندارم hands down. She's hands down the best singer I've ever listened to. اون قطعا دفنتلی قطعا بهترین خاننده یه که تا حالا من گوش کردم آهنگاشو دوباره میگم She is hands down the best singer یعنی yani که اون قطعا بهترین خاننده است That's rich coming from you That's rich coming from you این coming from you رو میتونیم بیاریم میتونیم نیاریم پس that's rich حالا کجا استفاده میشه یه نفر از شما انتقاد میکنه بعد طرف خودش اونجوریه خودش همون کار رو انجام میده مثلا um, why are you always late چرا همیشه دیر میایی جواب میدی که uh, that's rich you're never on time چرا به من میگی یا مثلا تو فارسی میگیم دیگ به دیگ میگه مثلا تعدیگ <laughs> What? 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 چرا من میگی خودت هیچ وقت سر وقت نمیای؟ That's rich coming from you. You're coming from Uronago. That's rich. You're never on time. I couldn't care less. Couldn't care less. وقتی میخواد بگی که یه چیزی اصلا وسط مهم نیست و هیچ اهمیتی وسط نداره از این عبارت استفاده میکنی. I couldn't care less یعنی بیشتر از این دیگه نمیتونم بهش اهمیت ندم اصلا برای مهم نیست I couldn't care less I can't be bothered I can't be bothered I can't be bothered. It's all right. وقتی که حال انجام کاریو نداری یا اصلا وسط مهم نیست یا م... نمیخوای انجامش بدی نمیخوای تو زحمت بی کلا bother یعنی به زحمت افتادن I can't be bothered نمیخوای تو زحمت بیفتی از این اصطلاح استفاده میکنه فکر کن یه نفر ازت یه درخواستی میکنه میگه برو فلان کارو انجام مثلا بابات میگه که محمد با نشو برو ماشینو بشور خب میخوای بهش بگی که بابا من نمیتونم یا نمی رو ندارم خب یه همچین چیزی میگه که I really can't be bothered right now dad بابا من اصلا الان نمیتونم have someone else do it یه نفر دیگر رو بذار انجام بده یه نفر از یه نفر دیگه بخوا که انجام بده پس I can't be bothered Give me a break که خیلی وقتها توی محاوره و توی تلفظ امریکن میشه Give me a break Give me a break Give me a break Give me a break یعنی که بابا ولم کن دست از سرم بردار بیخیار You haven't finished yet هنوز تمامش نکردی تو جواب بدی Come on, give me a break. I just started five minutes ago. من پنج دقیقه پیش شروع کردم و بی خیال ولم کن بذار انجام بدم خب پس give me break یا یه وقتی یه نفر یه چیزی بهت میگه باورت نمیشه م? باورت نمیشه مثلا حرفی بهت میزنه میگه که بابا بی خیال ولم کن come on give me a break I can't believe that اصلا باورم نمیشه ولم کن بابا بی خیال get over it get over it no you get over it you... وقتی که میخوای یه نفر یه چیزی رو فراموش بکنه مثلا طرف با دوست دخترش کات کرده ولی هنوز ناراحته میاد بهش میگی که او کام ما گت اوور ایت بی خیال ولش کن اهمیت برات نداشته باشه گت اوور ایت مثلا یو ار استیل اپست یو ار استیل اپست آی دیدنت کال یو لاست نایت هنوزم ناراحت که من دیشب به زنگ نزدم گت اوور ایت گت اوور ایت یعنی ولش کن و فراموشش کن فورگت دت I'm not sure about that. I'm not sure about that. I'm not sure about that. خب کاملا مشخصه I'm not sure about that. وقتی که در مورد یک چیزی مطمئن نیستی و اطمینان نداری یا نمیدونی میتونی از این عبارت استفاده کنی. I'm not sure about that. Take care. Take care. Take care بیشتر برای خداحافظی استفاده میشه خداحافظی های دوستانه توی فارسی هم میگیم میگیم که مراقب خودت باش یا مواظب خودت باش یه جور خدافزی کردنه توی انگلیسی خیلی این کاربرد داره take care take care خدافزی برای خدافزی یا اینکه مثلا میخوایم می به نفر بگیم که آقا مراقب خودت باش نه واقعا خدافزی نمیخوایم بکنه آقا میگی مراقب باش take care take care I don't know the first thing about I don't know the first thing about friendship I don't know the first thing about وقتی که میخوای تاکید کنی هیچی در مورد چیزی نمیدونی مثلا بعضی از باباها یا مامانا چیزی در مورد کامپیوتر نمیدونن یعنی کامپیوتر فقط برای روشن بکنه خب اینو میاد اینجا میگیم که با فلانی he doesn't know the first thing about computer یعنی اولین ابتدایی ترین چیزها رو هم در مورد کامپیوتر نمیدونه یا یعنی اینکه که مثلا I don't, know. I don't know the first thing about Um, um, let's say sports حتی ابتدای ترین چیزها رو هم در مورد ورزش نمیدم. معنیش اینه که هیچی نمیدونم oh, هیچی نمیدونم به که بگی I don't know anything about sports I don't know anything about computers میتونی اینجوری بگی hmm? I don't know the fair thing about sports I'll be the judge of that I'll be the judge of that I'll be the judge of that جاج یعنی قاضی. قاضی چی کار میکنه؟ قضاوت میکنه. وقتی میخواد بگی که منم که تصمیم میگیرم. این منم که مشخص میکنم. الان چی کار کنیم؟ مثلا دخترت پسرت میاد بهت میگه که مامان I've just cleaned my room and I'm going out. من مطاقم رو تمیز کردم و دارم میرم بیرون. کاری هم یا مثلا I did my homework. I did all my homework and I'm hanging out with my friends و الان هم دارم با رفیقام میرم میگه میگی که wait I'll be the judge of that یعنی که وایس رو نه 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 رو منم که می میگیرم یعنی من باید برم اتاق تو ببینم اگه تمیز کردی بعد میذارم بری یا مثلا میرم ببینم تکالیف تو انجام دادی اگه انجام داده باشه حالا میتونی بری پس I'll be the judge of that یعنی که منم که تصمیم میگیرم اصطلاح بعدی cut to the chase cut to the chase cut to the chase وقتی میخوایم به نفر بگیم که زیاده نکنه و برو سر اصل مطلب اصل کاری رو بگو Let's call it a day Let's call it a day Okay, let's call it a day <تصفح> <تصفح> توی محیط کار توی ساعتهای کاری که دیگه داره تموم میشه تو خسته ای و میخواد بگی که آقا بسته دیگه کار بسته That's enough Let's go home بزن بریم خونه میگی Let's call it a day یعنی بریم استراحت کنیم کافیه Let's call it a day. Love you for that. I love you for that. وقتی یه نفر یه کار خوبی رو واسهت انجام داده یه زحمتی واسه تو کشیده میخوای ازش تشکر کنی یه جور تشکر کردنه خواهی ازش تشکر کنی میتونی بگی Love you for that Love you for that پس برای تشکر کردن در حالت دوستانه میتونی از این اصطلاح استفاده کنی Let's agree to disagree Let's agree to disagree Let's agree to disagree. یعنی چی؟ کجا استفاده میشه؟ فکر کن توی جمع نشستی خب توی برای ما ایرانی ها خیلی پیش میاد. مثلا تو جمعی که حرفای سیاسی زده میشه. یه نفر این یه نفر اون وریه. که let's agree to disagree. یعنی آقا تو نظرت برای خودت، تو هم نظرت برای خودت. جنگ نکنیم با هم بی خیال هیچ که قانه نمیشه let's agree to disagree یعنی با این که مخالفی ولی یه تمومش کنیم دیگه اصلا مهم نیست Let's agree to disagree اصطلاح بعدی Can I take a rain check? Can I take a rain check? Can I take a rain check? فکر کنی نفر ازت یه درخواست میکنه مثلا میگه که میایم شب با هم بریم بیرون میگه که بس یه دفعه دیگه یعنی تو فارسی اینجوری میگیم بس یه دفعه دیگه یا میشه یه بار دیگه میشه،, میشه امروز نه خب یه جورایی میخوای که مثلا یه کاری رو به عقب بندازی به تعویق بندازی میای از این اصطلاح استفاده میکنی میگه can I take a rain check can I take a rain check uh, let's, let's, go out tonight شب بریم بیرون میگه که can I take a rain check I have to work late tonight من امشب باید تا دیر وقت کار بکنم میشه بزنیم یه وقت دیگه I call shotgun I call shotgun گان وقتی استفاده میشه که تو لحظه سوار شدن ماشین دیدین خیلی هم. مثلا میخوان برن جلو بشینن صندلی جلویی ماشین بشینن از این اصطلاح استفاده میکنم مثلا طرف داره میدوه میگه I call shotgun یعنی من میشینم جلو من میشینم رو صندلی جلوی I call shotgun Let's talk about the elephant in the room Let's talk about the elephant in the room Let's talk about the elephant in the room, shall we? خب اینجا الیفنت منظور یک موضوع و بحثیه که همه میدونن این موضوع هست این مشکل هست ولی هیچ کس هم در موردش صحبت نمیکنه به خاطر چی به خاطر اینکه احتمالا یک موضوع تبوعه یعنی یه موضوعیه که شرم‌آوره که بخوای در موردش حرف بزنی ولی هست هست و چون خیلی موضوع فاحشیه و همه میدونن بهش میگن Elephant یعنی خیلی گنده است و قشنگ مشخصه خیلی بزرگ و دقیق همه میدونن ولی کسی هم در موردش صحبت نمیکنه حالا اینجا میگه که let's, lets talk about the elephant in the room بیا در مورد این موضوع حرف بزنیم و روم هم اینجا منظورش روم نیست منظورش این جمع و این در واقع این محیطیه که توش هستیم lets talk about the elephant in the room It was a blessing, in It's a blessing in disguise وقتی یه چیزی اولش به نظر بد میاد ولی بعد میفهمیم که نه به نفعمون بوده یا اصلا صفحه بر میگرده ورق بر میگرده و میبینیم که نه خیلی اتفاق خوبی بوده مثلا uh, Being fired, being fired uh, from my job turned out to be a blessing in disguise یعنی اخراج شدن از سر کارم یه جورایی blessing in disguise شد یعنی اولش بد بود ولی بعد انگار که به نفعم شد چرا؟ Because I started my own job I started my own business چون که من بیزنس خودم رو شروع کردم We got off on the wrong foot We got off on the wrong foot Okay وقتی که یک چیزی رو خوب شروع نکردی و میخوای بگی که بد شروع کردم و دوباره میخوام شروع کنم از این عبارته مثلا یک یک رابطه با یک نفر رو اولش خوب شروع نکردین یعنی یه اتفاقات بدی افتاده یا یه چیزایی اتفاق افتاده که واقعا اون رابطه رو خراب کرده می میگه که آقا بیخیال. اصلا بذارمش کنار همه چیز رو فراموش کن forget everything okay. we got off on the wrong food یعنی ما اشتباه بد شروع کردیم let's start again بیا دوباره شروع کنیم We got off on the wrong food. موقع پیش میاد میخوایم نسبت به یک نفر احساس ترحم نشون بدیم و نسبت بهش مهربون تر باشیم چرا؟ چون یه اتفاق بدی واسه افتاده مثلا چند روز پیش مامانش فوت کرده خب میام اینجا از این اصطلاح استفاده میکنیم cut somebody some slack حالا این somebody رو یک اسم یا یک زمیر داخلش میذاریم یک زمیر مفعولی مثلا میگیم که Uh, cut her some slack. Cut her some slack. این دست از سرش بردار. ولش کن. کاریش نداشته باش. یه همچین چیزی میشه تو فارسی. Um, let's say her mother, her mother has recently passed away. مامانش همین اواخر به رحمت خدا رفته. فوت کرده. Cut somebody some slack. Cut her some slack. Cut him, some slack. A penny, for your a penny for your thought a penny for your thoughts وقتی که میخوایم از یه نفر درخواست کنیم که نظرشو بگه، حرفشو بزنه تو دلش نگه نداره، مثلا دوستتو میبینی که چند روزیه خیلی تو،, تو فکره، تو خودشه، هیچی نمیگه میگی که a penny for your thought منظورتونه که یه چیزی بگو، حرفی بزن you haven't said much خیلی حرف نزدی A penny for your thought حرف تو بزن نظر تو بگو ممنونم بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید تمامی این اصطلاحات کاربردی و توی فیلم ها توی موقعیت های مختلف اینها رو به کررات میشنویم نظرتون در مورد این ویدیو واسه توی قسمت کامنت ها بنویسید حتما میخونم و کلی ازتون انرژی میگیرم اگه کانال رو سابسکرایب نکردین همین حالا سابسکرایب بکنید همچنین میتونید پیج اینستاگرام من رو هم که آدرسش این پایین هست فالو بکنید و از مطالب آموزشی داخل پیج اینستاگرام هم استفاده کنید یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید و شما رو بکنید.